فروپاشی اقتصادی و وحشت و فلج رژیم در مقابل آن. دلار همچنان به پرواز خود ادامه می دهد، یا به بیان درست‌تر ارزش پول ملی کشور همچنان به سقوط آزاد خود ادامه می دهد. و این مردم محروم هستند که اکنون حتی قدرت خرید همان قوت لایموتی را که دیروز با هزار مرارت به دست می آوردند را از دست دادند. در این میان بانک مرکزی رژیم در اطلاعیه خود پس از روی آمدن رئیس جدیدش افزایش نرخ دلار و جهش در بازار طلا را عمدتاً به دشمنان نسبت داد و به طور مسخره‌ای گفت این تحولات را به دقت زیر نظر داشته و اعتقاد دارد که این نوسانات غیر عادی است و تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد. معنی این فرافکنی و انکار واقعیت‌ها آن است که رژیم و مشخصاً دولت روحانی هیچ راه حلی برای این وضعیت ندارد و تنها می‌خواهد با بگیر و ببندها، دلالان و عناصر دست چندم بازار دلار و سکه به خیال خود آبی بر آتش خشم مردم بریزد که جانشان به لب رسیده و در خیابان‌ها علناً به بالاترین مقام‌های رژیم دشنام می‌دهند و در شعارها و حرکت‌های اعتراضی توقف‌ناپذیر خود رأس رژیم را هدف قرار می‌دهند. این فوران خشم و کین در درون رژیم هم انعکاس یافته و عناصر حکومت را سراسیمه و هراسان کرده است. گزارشی در این باره. محبینیا، مجلس ارتجاع، 9 مرداد. به خاطر خدا درد این مردم رو بشنوید. این مردم به خدای عالم قسم به ستو آمدن، اما اینجا افرادی هستن که وقتی دوتا انتقاد شنیده میشه مثل جوش میارن. اگر غیرت دارید برید در بین مردم این حرفا رو بزنید. اینجا برای خودتون حساب امنیتی درست نکنید، برای بعضی از نهادهای نظارتی آدرس غلط ندیم، پرونده خودتون رو پاک نکنید. از جانب مردم هشدار میدم که کشور نیاز به اصلاحات سریع و بنیادی دارد. نگذاریم انقدر دیر شود که صدای گام های جمهوری اسلامی بر مدار اصلاحات در میان قوغا و هیاهوی دشمنان شنیده نشود و یأس و عصبیت مردم بر عمق این نشنیدن بیفزاید. این روزها کفایت نظام در ابعاد جمهوریت و اسلامیت آن در آزمون تاریخی تعیین کننده برای حال و آینده کشور قرار دارد. رئیس مجلس ارتجاع علی لاریجانی هم در یکی از جلسات فرعی مجلس ارتجاع گفت نکته‌ای که در حال حاضر در همه ذهن‌ها وجود دارد این است که شرایط آینده کشور چه خواهد شد. محسن هاشمی پسر رفسنجانی نیز گفت جبهه اقتصادی امروز جایگزین جبهه نظامی در دوران جنگ شده است. وی افزود اگر می‌بینیم که در کشور همسایه هنگام بحران اقتصادی صف فروش طلا و ارز برای کمک به دولت و اقتصاد ملی تشکیل می‌شود و در جامعه ما صف خرید حتی از سوی مؤسسات اقتصادی وابسته به حاکمیت شکل می‌گیرد، یعنی تصویری که ما از مجموعه حاکمیت و امید به آینده و وفاداری دوسویه نظام و مردم ارائه کرده ایم دچار خدشه شده است. پسر رفسنجانی هشدار داد نارضایتی عمومی حاصل از معضلات و فشارهای طاقت فرسای اقتصادی به خصوص برای اقشار پایین جامعه به حدی است که ممکن است به بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود. تیترهای بزرگ روزنامه‌های امروز هر دو باند حاکی از لجام گسیختگی و ویرانی اقتصاد کشور بود. جهان صنعت، خط فقر 5 میلیون تومانی، کاهش 72% قدرت خرید مردم با بی تدبیری دولت تدبیر. آفتاب یل، درب کارخانه چاپ اسکناس را سقفله کنید. اقتصاد پویا، چرا 70% تولید تعطیل شده در حالی که هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده؟ تلویزیون آخوندی که در تیول باند خامنه ایست گفت فرایندی که بازار ثانوی دولت نپذیرفت و یه خطای راهبردی در اقتصاد ایران متوجه مملکت شد که من فکر میکنم این هزینه سنگین بابت اون خطای راهبردی حتما باید یک درس عبرتی باشه. علی خدایی عضو کارگری شورای قلابی کار رژیم هم از کاهش 48.2% قدرت خرید دستمزد خبر داد و گفت دولتی ها این واقعیت را پذیرفتند، اما برای حل این مشکل هیچ راه کاری در چنته ندارند. و روزنامه حکومتی جهان صنعت همسو با باند روحانی ادعای رئیس کل بانک مرکزی رژیم در مورد توطئه دشمن در ایجاد وضعیت خراب اقتصادی را به چالش کشید و نوشت باز هم پای دشمن در میان است.
گویی ابزار بازارهای اقتصادی من را در دست دشمن نهاده ایم تا به هر سو که خواست آن را هدایت کند. اما از خود نمی پرسیم اگر اینها توطئه دشمن است، پس راه حلش هم در دستان همین دشمنان نهفته است. دیگر این همه آب و تاب دادن به ماجرا برای چیست؟ دیپلماسی ایرانی هم به نقل از یک کارشناس رژیم به نام محمد قلی یوسفی نوشت مسئله توطئه و دشمن خارجی در عالم اقتصاد به خصوص در شرایط کنونی معنا ندارد و بیشتر نوعی فرار روبه جلوی مسئولین اقتصادی کشور به خصوص بانک مرکزی برای شانه خالی کردن از به وجود آوردن شرایطی است که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند. در یک کلام، توطئه بیگانه نمیتواند ظرف 40 سال در اقتصاد کشور ریشه بدواند. مشکل از خود ماست. فرشاد مؤمنی، یک کارشناس دیگر رژیم، با اشاره به تشدید شکاف طبقاتی در اثر بحران اقتصادی هشدار داد این وضعیت در نهایت منجر به اضمحلال می شود. وی افزود نابرابری های غیر موجه مشروعیت سوز و بحران ساز هستند. وقتی این نابرابری ها از یک حدودی فراتر می رود، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی به جای آنکه الگوی همکاری، تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور باشد، به سمت الگوی ستیز میل می کند.